Walking with God through pain and suffering راه رفتن با خدا در درد و رنج ها تصادفی در درک خدا نیست حادثه ای که خدا قبلا ازش خبر نداشته باشه خدا سرپرایز شده باشه سلام دوباره دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و این جلسه ششم درس های من هست در کانال 107 پارس تحت عنوان خدا و رنج های زندگی چطوری میتونیم سر در بیاریم از واقعیت اینکه خدا هست خدا نیکو خدا قادر و خالق ولی در عین حال زندگی های ما زندگی تاریخ بشریت پر از درد و رنج و بدی و مصیبته چطوری میتونیم این واقعیت ها رو این باور ها رو با همدیگه جمع بکنیم تو این درس ها در درجه اول من دارم به طور مختصر مفید توضیح میدم دیدگاه های مختلف در دنیای مسیحی بین متفکرین مسیحی فیلسوف های مسیحی الهیدان های مسیحی که سعی کردن پاسخی برای این سوال مطرح کنند. گفتیم هیچ جوابی شاید نتونه پوشش بده تمام ابعاد مختلف در و رنج های بشر رو و هیچ جوابی هم شاید نتونه همه رو قانع بکنه یا هیچ کس رو قانع بکنه ولی داریم سعی میکنیم که با این راز با این واقعیت توی دنیایمون توی زندگیمون رو به رو بشیم که چطوری خدا اینی که میگیم خدا هست نیکو قادر مطلق و بدی و شر و مرگ و مصیبت هست چطوری من میتونم تو عقل هم تو فکرم هم به این واقعیت ها رو یه طوری با هم جمع بکنم هم در رابطه با در زندگی با خدای خودم در آرامش و امید خودم چطوری میتونم جلو برم دیدگاه های مختلفی رو که تا حالا مطرح کردیم دارم از کتابی استفاده میکنم نویسندش ریچارد رایس هست و تیتر کتابش هست suffering and the search for meaning رنج و جستجو برای معنا رنج و جستجو برای معنا تو این جلسه تو جلسه ششم بود من میخوام دو تا فصل این کتاب رو با همدیگه خلاصه کنم چون بحث یه مقدار فلسفی، یه مقدار انتظائیه و میخوام که دیگه این بحث ها رو یواش یواش این قسمت درسمون رو یه مقداری میخوام زودتر تموم بکنیم پس توی این جلسه توی دو تا قسمتی که توی این نیم ساعت با هم داریم میخوام دو تا از فصلات دو تا از پاسخ ها دو تا از دیدگاه ها رو در پاسخ به این سوال خدا و رنج های زندگی مطرح کنم توی فصل فصل ششم این کتاب نویسنده یکی از پاسخهای الهیدانهای مسیحی به این سوال رو با این تیتر مطرح میکنه خودش هم پیرو همچین طرز فکری هست خود این نویسنده تیتر این قسمت هست Openness of God Theodicy یه مقدار کلمات قلوم به سلوم بس الان باز میکنم صحبت رو دیدگاهی که توی شاید بگم دو سه دهه اخیر در دنیای مسیحیت مسیحیت حتی ایونجلیکال داره مطرح میشه و خیلی هم بحثنگیز بوده خیلی هم این دیدگاه منتقد داره در دنیای مسیحی بهش میگیم open theism خداباوری باز خداباوری باز لب کلام این الهیات این دیدگاه الهیاتی و فلسفی این هستش که خدا از آینده، ای که بر اساس تصمیمات آزاد انسان هست خبر نداره خدا انسان رو خلق کرده به انسان آزادی و حق انتخاب و تصمیمگیری داده و از تصمیمی که هنوز گرفته نشده خدا بیخبره پس خدا آگاهی و دانای مطلق اونطوری که الهیات سنتی کلیسا در کرده خدا همچین آگاهی رو نداره یا حالا بعضی تو این الهیات میگن خدا جلوی اطلاعات خودش رو گرفته خودش رو زیر یک محدودیتی گذاشته به خاطر اینکه انسان بتونه آزاد باشه نه فقط انسان کل خلقت در آزادی خودشون در پروسه رشد و تصمیم گیری و تغییر و تحول خودشون بتونن با آزادی جلو برن پس بعضی ها عقیده دارن که خدا این محدودیت رو روی خودش گذاشته بعضی ها عقیده دارن توی این دیدگاه اوپن تیزم که نه اصلا این اصلا این, این, این مسئله که اصلا چیزی نیست که قابل دانش باشه اتفاقی که هنوز نیفتاده بر اساس تصمیم آزاد یک فرد اصلا چیزی نیست که اصلا کسی بخواد نسبت به اون آگاهی یا دانش و معرفت داشته باشه پس آینده بازه آینده نامشخصه آینده سرنوشت ها تعیین نشده این خدا سرنوشت ها رو تعیین نکرده معین نکرده بله شاید یک سری نتیجه های کلی در آینده پیروزی خدا بر گناه و شریر و مرگ و گناه اون تصویرات کلی نتیجه های کلی توی این بعضی از فیلسوفان این دیدگاه میگن بله اون نتیجه ها مشخص هست ولی جزئیات زندگی جزئیات اتفاقاتی که میفته در آینده که چطوری خدا میخواد به اون هدف نهایی برسه اون مشخص نیست پس آینده باز نویسنده یه مثالی میاره یه مثال ملموسی میخوام که یه مقداری خیلی انتظایی صحبت نباشه تو این قسمت ها میگه که یه جوونی توی خدمت بود شبان بود ولی قبل از اینکه تو کار خدمت شبانی بیاد وقتی که یه دوست دختری پیدا کرد نامزد شدن با هم دیگه دعا کردن اراده خدا رو تو زندگیشون تلبیدن و با هم ازدواج کردن با یک عالم آرزو و امید ولی بعد از یه چند سالی وقتی این شخص بعد, بعد از چند سال ازدواج وارد خدمت شبانی شد خانومش تصمیم گرفت که طلاق بده شوهرشو و گفت من اصلا شوهر کشیش نمیخوام اصلا کار خدمت شبانی نمیخوام و من میخوام یه زندگی دیگه داشته باشم و این خانوم جدا شد از شوهرش و شوهر خیلی دلشکسته شد که ما که دعا کردیم ما که اراده خدا رو خواستیم ما که از خدا خواستیم نشون بده از خدا خواستیم که اگر این در اراده اون نیست این کار اتفاق نیفته جلوی این تصمیم رو ما بگیریم پس چرا خدا نکرد پس چرا خدا اجازه اتفاق بیفته و یه نفر یه خادم دیگه بهش گفتش که از این دیدگاه این شخص رو خواست تسلی بده که نه خدا هم خبر نداشت از آینده این تصمیم همسرت این نبود که خدا میدونست چه اتفاقی میفته و جلوشو نگرفت این تقصیر خدا نیست چون خدا به انسان آزادی و حق انتخاب داده احترام میذاره به آزادی و انتخاب انسان و از قبلم خودش نه تعیین کرده نه خودش میدونه پس این نیستش که خدا با بدجنسی خواسته که مثلا جواب دعایی تو رو نده و نویسنده میگه این خیلی باعث تسلی اون خادم شد که اینو تقصیر خدا نمیشه انداخت چون خود خدا هم براش آینده ما مشخص نیست حالا این صحبتی که خدا آگاهی مطلق نسبت به همه چیز و آینده نداره نویسنده میگه که تنها تنها صحبت اوپن نیستش بلکه مرکز الهیات اوپن موضوع محبت خداست و خدا در محبت خودش با دا درون خلقت هست درد میکشه در دردهای ما خدا اون بالا بالاها نیست خدا بی تفاوت نیست خدا وارد تاریخ تجربه بشری شده دوباره نویسنده اشاره میکنه به عیسی مسیح به تجسم مسیح به اینکه مسیح در مسیح خدا دردهای ما رو تجربه کرده از نزدیک در صلیبش دردهای ما رو تجربه کرده ولی چون خدا عشقه چون خدا محبته خدا با ما همدردی میکنه خدا با ما همدلی میکنه ولی به خاطر اینکه خدا عشق و محبته خدا ما رو کنترل نمیکنه خدا خلقتش رو مثل یک دیکتاتور کنترل نمیکنه اراده خودش رو به خلقتش یا به انسان آزاد تحمیل نمیکنه چرا چون خدا محبته خدا توی این این دیدگاه هایی که دارم میگم تو این جلسه و همچنین دیدگاهی که تو قسمت بعدی میگم تاکید روی محبت خداست که طوری تاکید میشه رو محبت خدا که خدا به خاطر محبت و عشقش ما رو روی ما و خلقتش تاثیر میذاره سعی میکنه ما رو تشویق کنه سعی میکنه ما رو هدایت کنه سعی میکنه ما رو کمک کنه ولی خدا خودش رو تحمیل نمیکنه خدا کنترل نمیکنه خدا آزادی داده این دیدگاه هم به آزادی انسان و اراده انسان خیلی تاکید داره ولی دیدگاه سنتی مسیحی تاکیدش رو این بود که بله خدا از قبل میدونست که انسان گناه میکنه و از قبل نقشه نجاتش از ازل آماده بود برای اینکه انسان رو نجات بده ولی تو این دیدگاه میگه نه خدا واقعا خدا در خلقت یک ریسکی میکنه این موضوع ریسک کردن که خدا ریسکی میکنه خدا انسان رو با آزادی میآفرینه و انسان میتونست که هیچ وقت گناه نکنه گناه کردن یه امر لزومی نبود اجتناب ناپذیر بود و یه ریسکی میکنه ولی تمام شرایط رو طوری خدا درست میکنه برای انسان که به انسان میگه تو هر کاری بخوای میتونی بکنی فقط ازت میخوام یه کار نکنی و هشدار میده به انسان از انسان میخواد که از او اطاعت بکنه از خدا اطاعت کنه ولی همون یک امر رو انسان زیر پا گذاشت و گناه و مرگ و بیچارگی وارد دنیای بشری و تاریخ ما شد پس خدا ریسک میکنه بر اساس این دیدگاه خدای ریسکی کرد ولی از آینده انتخاب انسان هم خدا خودش بیخبر بود و از قبل نسبت به همه چیز آگاهی نداره و این خدا با این محدودیتی که حالا چه برای خودش برقرار کرده چه محدودیتی که اصلا وجود داره به خاطر اینکه یک ایجنت با تصمیم آزاد هنوز تصمیمی نگرفته کسی بخواد از چیزی بدونه پس این واقعیت ها در خلقت و در انسان وجود داره در دنیای بشری پس خدا ریسک میکنه خدا ولی وقتی هم که انسان سقوط میکنه میاد دنبال انسان گم شده خدا با محبت وارد تجربه بشری میشه خدا با ما همدلی میکنه خدا میخواد از ما استفاده بکنه برای شفا برای تسلی برای امید برای مبارزه با بدی ها درد و رنج ها ولی این تقصیر خدا یا ب... اراده خدا نیست درد و رنج بدی ها به هیچ عنوان اراده خدا نیست خدا همه چیز رو نیکو آفرید و این به خاطر آزادی ماست و بدونی که خدا خبر داشته باشه از قبل طبق معمول خیلی هم منتقدین زیادی داره این دیدگاه که اینی که خدا از آینده ما خبر نداره به خاطر اینکه تصمیماتمون رو ما هنوز نگرفتیم به نظر خیلی ها این خدا رو محدود میکنه این خدا خدایی که تو کتاب مقدس باش روبرو میشیم به نظر میرسه که نیستش و برای خیلی یا این قابل قبول نیست که این دیدگاه یه دیدگاهی باشه که جامعه الهیات مسیحی جامعه, جامعه مسیحی بتونه بپذیره بر اساس تعالیمی که کتاب مقدس میده درباره آگاهی خدا معرفت خدا قدرت مطلق خدا حضور مطلق خدا ولی بالاخره این یکی از اون دیدگاه هایی که حالا بنده دارم خیلی مختصر مفید توضیح میدم این موضوع رو ولی این مسئله اوپن ای سیزم دوباره میگم شاید جواب همه درد و رنج ها نباشه ولی برای کسایی که مدافع این دیدگاه هستند قسمت مهمی از جواب این چراها اینه که این چراها برای خود خدا هم از قبل مشخص نیست این چراهای درد و رنج ها و بدبختی ها بله خدا وقتی که خلقت رو آزاد خلق میکنه انسان رو آزاد خلق میکنه انسان با اراده و آزادی خودش تصمیم میگیره به انسانهای دیگه ضربه بزنه خلقت رو نابود بکنه در گناه و دوری از خدا باعث مرگ و دست به تجاوز و هزار یک ظلم و ستم بزنه خدا نمیاد وارد مرحله بشه و جلوی اون انسان رو بگیره چون خدا آزادی داده خدا با محبتش سعی میکنه کمک کنه ما رو سعی میکنه ما رو دعوت میکنه که با او همراه بشیم در شفا در استادن جلوی ظلم در توسعه راستی و عدالت و بخشش و غیره و غیره ولی خدا دخالت نمیکنه خدا هی نمیاد جلوی انسان رو بگیره و مانع این بشه که انسان با آزادی خودش تصمیم بگیره خدا رو دنبال کنه یا با آزادی خودش تصمیم بگیره که از خدا رو برگردونه و به دیگران ضربه بزنه پس این اوپن خداباوری باز یکی از اون دیدگاه که نویسنده تو این کتاب مطرح میکنه و خودش هم میگه من مدافع این دیدگاه هستم و در این زمینه خیلی تحقیق کردم میگم دیدگاهیه که در دنیای مسیحی های ایونجلیکال خیلی باش میگم بحثنگیز بوده باش برخورد های تندی خیلی از الهیدان های متبر کردن خود بنده هم خیلی همچین توی همچین دیدگاهی نیستم ولی بالاخره این یکی از اون کوشش های متفکرین مسیحی هست برای روبرو شدن با واقعیت درد و رنج های زندگی حالا توی قسمت بعدی صحبتمون رو ادامه میدیم و بعد از یک دیدگاه دیگه هم خواهیم شنید که چطوری با این سوال دارن روبرو میشن پس با هم میریم یه بریک میگیریم و برمیگردیم برگشتیم و میخوایم صحبتمون ادامه بدیم و معرفی کنیم یک دیدگاه دیگه یک پاسخ دیگه یه تعریف دیگه از رابطه خدا با درد و رنجهای زندگی شایدم برای شماها شاید این خیلی ناآشنا باشه این دیدگاه این زاویه نگاه کردن به این داستان ولی این هم قسمتی از های فیلسوفا و الهیدانهای غرب بوده نسبت به رابطه خدا با درد و رنجهای زندگی فصل هفتم اون دفاعی که از خدا میشه و اسمی که نویسنده روی این قسمت میذاره روی این دیدگاه میگه فاینایت گاد سیادسی دفاع از خدا از به این منظور که خدا خودش محدوده خدا خودش محدوده خدا قادر مطلق نیست فصل هفتم مثلا تیترش هست Even God can't do everything حتی خدا هر کاری رو نمیتونه انجام بده پس ما وقتی گفتیم که مشکل اینجا چیه توی بحث خدا و درد و رنج به طور الهیاتی که الهیات کلاسیک همیشه این باور رو داشته که خدا نه تنها نیکوه بلکه خدا قادر مطلقه خدا ارادش هیچ ار... چیزی بالاتر از اراده خدا نیست پس چطوری میتونه خدا هم نیکو باشه هم قادر مطلق باشه هم بدی و درد و رنج وجود داشته باشه این دیدگاه میگه نه خدا قادر مطلق نیست و این از طریق این روش میخوان این مشکل رو حل کنن این فیلسوف ها این الهیدان ها میگم تازه این, این, دیدگاه خودش زیر مجموعش نکته های مختلفی هست من دارم خلاصه و چکیده مطرح میکنم اولین مثالی که نویسنده تو این فصل میاره یکی از مثال یک ربای یهودی هست من حالا گفتم اینا دیدگاه های مسیحی رو داریم معرفی میکنیم ولی فقط مسیحی ها نیستن تو این دیدگاه ها بالاخره خیلی از خدا باوران تو این دیدگاه ها سهیم هستن ولی توی دنیای آمریکا ربای خیلی مشهوری ده ها سال پیش بیش از سی سال پیش شخصی به نام هارولد کوشنر کتابی نوشت که ازش میلیون ها نسخه تا حالا فروخته شده مطمئنم که به زبانهای مختلف هم این کتاب ترجمه شده هارولد کوشنر کتابی نوشت که تیترش انگلیسیش هست When bad things happen to good people وقتی اتفاقات بعد میفته برای اشخاص خوب برای آدمای خوب و داستان این کتاب و نویسندش هارولد کوشنر ربای یهودی بودش و ایشون پسر خودش در سن کوچکی بیماری میگیره که این بیماریه که آسیب میزنه به بدن این بچه و میدونن که این بچه بعد از چند سال فوت میکنه و این بچه فوت کرد و این پدر مثل خیلی انسانهای دیگه وارد یک بحران ایمانی شد که سر در بیاره از داستان رابطه خدا با درد و رنجهای زندگی خودش من بارها تو این درس ها گفتم که ما داریم از دیدگاه الهیاتی و فلسفی صحبت می کنیم ولی وقتی درد و رنج ها وارد زندگی ما میشه دیگه الهیات و فلسفه اول جواب نمیده ولی بالاخره باید بعد از مدت زمانی فکرمون رو باورمون رو الهیات و دیدگاهمون رو درکمون رو از خدا و زندگی و زمان وقف بدیم با واقعیت هایی که تجربه کردیم. پس هرولد کوشنر در تعمل روی زندگی خودش و با دیدگاهی که باشداش وارد کتاب مقدس میشه دوباره برمیگرده به داستان ایوب و نتیجه گیری که از داستان عیوب میکنه و درد و رنج های عیوب اینه که صحبت ایوب اینه که خدا نیکو هست ولی خدا قادر مطلق نیست خدا هر کاری نمیتونه بکنه و ما باید این رو بپذیریم پس خدا هر کاری نمیتونه بکنه خدا خودش محدوده خدا محبته خدا تو درد و رنج ها با تو داره همدلی میکنه همدردی میکنه خدا میخواد تو رو تسلی بده ولی از دست خدا هم خیلی وقتا کاری بر نمیاد حالا من تازگی ها برای آماده شدن تو این درس ها کتابی خوندم که همین دیدگاه رو داره از یه الهیدان مسیحی من با این شخص آشنا نبودم تامس جی اورد نویسنده این کتاب هستش و من این اولین کتابیه که من از ایشون خوندم و تیتر کتابش هم هست خدا نمیتونه گاد خودش رو خیلی راحت کرده خدا نمیتونه و زیرنویسش هم زیرنویس قشنگی میگه چطوری باور, باش... چطوری باور, داشته باشیم به خدا و عشق بعد از تراژدی آزار و روبرویی با شر. چطوری تو این دنیای پر از آزار و آسیب و بدی و گناه و تراژدی میتونیم هنوز باور به خدا و عشق داشته باشیم ولی لب کلامش اینه که خدا عشق است خدا محبت است آیه کتاب مقدسه پس عمیق ترین حقیقت خدا اینه که خدا محبت است و چون محبته خدا اصلا خودش نمیتونه نه اینکه نمیخواد خودش رو محدود کرده محبت نمیتونه کنترل کنه محبت نمیتونه تحمیل کنه محبت نمیتونه با زور یکی رو عوض کنه و خدا نمیتونه خدا نمیتونه جلوی بدی ها رو بگیره خدا نمیتونه جلوی گناه و درد و ها رو بگیره و این پس رو راحت کن آقا کسی که بگه خدا قادر مطلقه ولی چرا اجازه حتی میگه این حرفایی که خدا اجازه دادم باید بذاریم کنار اگر خدا اجازه میده یه بدی بیاد پس این خدا خوب نیست قابل اعتماد نیست ما به این خدا نمیتونیم محبت کنیم نمیتونیم بهش اعتماد کنیم پس خیالتو راحت کنیم خود آخر کتابش نوشته خدایی که باعث میشه یا اجازه میده شروارد چه خدایی نیست که من بتونم بهش اعتماد کنم پس این پس این فقط میگم یعنی منظورم اینه که این فقط دیدگاه روای یهودی مثل هرالد کوشنر نیست که خدا محدود خدا نمیتونه بلکه الهیدانهای های مسیحی هم میبینیم که هم عقیده هستن هم سو هستن بعد نمیگم همشون ولی تک و توک در الهیات مسیحی هم میبینیم که میتونه میتونن الهیدانهایی هایی با یه همچین فکری با یه همچین پاسخی با یه همچین تجزیه تحلیلی این باور رو داشته باشن ولی توی این قسمتی که خدا محدوده خدا خودش حد و حدود داره خدا قادر مطلق نیست یکی از بزرگترین مکاتب فکری فلسفی و الهیاتی که برمیگرده به فلسفه در حالا وارد بحث‌های خیلی تکنیکال فلسفی نمیخوایم بشیم ولی ریشش برمیگرده به هگل و بعد آلفرد نورث وایت هد در دانشگاه هاروارد در قرن بیستم که بهش میگیم پروسس ثات و پراسس که الهیاتی که خدا رو مثل یک روند در طبیعت و تاریخ میبینه یعنی خدا رابطه خدا با خلقت مثل رابطه روح و جسم خدا در خلقت خلقت در خداست انگار خلقت بدن خداست یا همچین حالتی خود... البته یعنی این دیدگاه بسیار بسیار بنده بندم که اصلا همچین چیزی رو قبول ندارم شخصا این فقط دارم معرفی میکنم دیدگاه ها رو ولی چندین سال پیش من در کانال ست سبن با برادرمون منصور برجی درس های درباره علم و ایمان درست کردیم و یکی از نویسنده ها و دانشمندان خیلی مشهور که کتابش هم به فارسی ترجمه شده به نام این باربر درباره رابطه علم و ایمان ایان باربر مثلا تو یه همچین مکتب فکری بود دیدگاهش نسبت به خدا و خلقت دیدگاه پراسس بود که خدا ماورای خلقت نیست خدا از خلقت جدا نیست خدا اون خدای الهیات کلاسیک مسیحی و یهودی و حتی اسلامی نه خدا درون خلقت میگم بدن خداست خلقت و یه حالتی که خدا خودش محدوده خدا خودش در روند رشد و تغییر و تحوله خدا درد و, درد رنج های ما رو حس میکنه ولی این بالاخره روندیه که خدا این خلقت داره برای خودش جلو میره پس این یکی دیگه از بنده میگم وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی این پروسس یا پروسس یا الهیاتی که بالاخره خدا رو با یه تعریفی محدود میکنه قدرت خدا رو توانایی های خدا رو خدا بالاخره در محدودیت این خلقت و طبیعت خودش داره جلو میره در تاریخ مثلا خدا خلقت رو آفرید با قوانین فیزیکی قانون جاذبه پس وقتی تو خودتو از یه صخره پرت میکنی دعا نمیکنی وسط افتادن که خدای منو نجات بده قانون جاذبه رو خدا طوری گذاشته که قانون جاذبه انجام میشه دیگه خدا هی نمیاد دخالت کنه و قوانین خلقتش رو عوض کنه به خاطر من و تو پس این قوانین ادامه پیدا میکنه و بالاخره آسیب ها میرسه چه به خاطر خود ذات طبیعت و چه به خاطر آزادی که خدا برای انسان مقرر کرده یه مثال خیلی ملموس توی این دیدگاه نویسنده مطرح میکنه که به نظرم منظور رو خیلی قشنگ و ساده میرسونه حالا صحبت تیم بیسبال رو میکنه ما ایرانی ها میتونیم بگیم تیم فوتبال فرقی نداره فکر کنید که ما بازیکنای تیم فوتبال هستیم رابطه خدا با بازی فوتبال مثل مربی یه تیم فوتباله یا مثل صاحب یه تیم فوتبال باشگاهیه بله مربی میتونه نظر بده میتونه تشویق کنه میتونه آه, کمک کنه که بازیکنها بهتر بازی کنند ولی تو میدون بازی فوتبال مربی دخالت نمیکنه رئیس باشگاه ورزشی وارد نمیشه نه بازی طوری طراحی شده با قوانین خودش و به بازیکنها آزادی داده شده توی اون چارچوب بازی فوتبال بازی کنن دیگه هی مربی وسط نمیپره هی نمیدونم رئیس باشگاه وسط نمیپره بگه نه این پنالتی رو قبول نمیکنم اون کارو نمیکنم نه بله مربی میتونه انتخاب کنه کدوم بازیکن بره تو کدوم بازیکن بیاد بیرون رئیس باشگاه میتونه انتخاب کنه کی رو کی رو کی رو وارد باشگاه بکنه حقوق بش بده کی رو کی رو از باشگاه رد کنه این نوع نفوذا رو داره یه مربی و رئیس باشگاه ولی دیگه وقتی بازی شروع شد بازیکن هستن که دارن بازی میکنن و دیگه کاری از دست مربی و رئیس باشگاه بر نمیاد پس رابطه خدا چه با طبیعت و خلقت؟ اون خلقتی که خدا آفرید و دیگه داره بر طبق قوانین خلقت جلو میره و انسانی که آفریده شده در این خلقت چه در چارچوب قوانین طبیعی؟ چه در چارچوب آزادی هایی که یک انسان داره برای انتخاب آزاد خدا دیگه دخالت نمیکنه. پس خدا اون کنار هستش داره می بینه یا خدا خودش در این پروسه هستش ولی دیگه نمیتونیم توقع داشته باشیم که هی خدا بیاد و دستکاری کنه به قول معروف دخالت کنه قوانین رو عوض کنه و بیاد به داد ما برسه توی درد و رنج های زندگی ما و این هم بالاخره برای بعضیها خیلی میتونه تسلی دهنده باشه که پس من به نیکویی خدا به محبت خدا باور دارم ولی از دست خدا هم کاری بر نمیاد به خاطر حالا دلایلی که شاید ما نمیدونیم یا دلایلی که میدونیم که این بالاخره واقعیت قوانین طبیعی این واقعیت حق آزادی و تصمیمگیری انسانیه و این رو باید بپذیریم ولی در عین حالم خیلی‌ها بالاخره مشکل دارن با این دیدگاه چونکه به نظر میرسه که تطبیق نداره با قسمت های زیادی از کتاب مقدس که داستان کتاب مقدس به نظر میرسه ما رو داره با یه خدای معرفی میکنه که نه خیلی هم وارد خلقت میشه. خیلی هم درگیره با این خلقت و فقط مثل یک مربی یا رئیس باشگاه نشسته از بیرون. برای ما بخواد فقط رو ما نفوذ داشته باشه از از فاصله خیلی دوری البته میگم این دیدگاه بالاخره اونایی که مسیحی هستن در دیدگاه پراسس تیالوجی بالاخره یه طوری حتی اومدن مسیح رو به عنوان سمبل محبت خدا باور دارن ولی به نظر من خیلی سخت میتونن باور داشته باشن که واقعا به طور معجزه آسا اصلا معجزه اتفاق میفته یا مسیح واقعا معجزه هست تولدش و مسیح واقعا خدای جس پوشیده هست در این خلقت به نظر من این الهیات پراسس خیلی خودش رو وقف میده با یک الهیات لیبرال حتی نویسنده میگه که خیلی از الهیدان ها تو این دیدگاه باور به حیات بعد از مرگ ندارن حیات ابدی چون با این در این دنیای فیزیکی میمیریم و تموم میشه میگه حالا بعضیا باور دارن بعضیا باور ندارن پس کلا این الهیات از نظر من همچین تطبیق خیلی عمیق و وسیع با کتاب مقدس و الهیات کلاسیک کلیسا نداره ولی بالاخره یکی از دیدگاه های مطرح شده در قرن بیستم و بیست و یکم هست الهیات پروسس تات پروسس دیالوجی که خود خدا هم پس نمیتونه جلوی بدی ها و رنج و دردها رو مستقیم بگیره بلکه خدا میخواد از ما استفاده کنه و ما رو تشویق کنه رو ما تاثیر بذاره رو ما نفوذ داشته باشه که ما مقابله کنیم با درد و رنج بشری مرسی که با من توی این برنامه بودی تا هفته آینده خدا نگهدار